یک سازمان حقوق بشری از دولت مراکش خواست تا فعال شیعه عربستانی مخالف آل سعود که در فرودگاه بین‌المللی مراکش بازداشت کرده را تحویل حکومت سعودی ندهد زیرا احتمال شکنجه و محاکمه ناعادلانه او وجود دارد در همین راستا دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه افزود حسن آل ربی که گذشته به مراکز سفر کرد چهاردهم ژانویه توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد و روزانه و روانه زندانی در نزدیکی شهر رباط پایتخت مراکز شد این بیانی افزود دادستان سعودی این فعال شیعه عربستانی را به ترک غیرقانونی کشور عربستان با کمک تروریست ها متهم کرده است گفتنی است این اتهام در حالی مطرح شده که این فعال شیعه از فرودگاه های رسمی عربستان از کشورش خارج شده و هیچ اقدام غیرقانونی مرتکب نشده است مقام های رسمی سعودی از دولت مراکش خواستند وی را به عربستان تحویل دهند اما مقام های قضایی مراکش این درخواست را رد کرده و اعلام کردند که قرار است او را در خاک مراکش محاکمه کنند تا به پرونده وی رسیدگی شود دیدبان حقوق بشر همچنین اعلام کرد که دولت مراکش باید از حقوق افراد بازداشت شده دفاع کند و در برابر درخواست های سعودی برای بازگرداندن اجباری این فعال شیعه مقاومت کند متاسفانه در سال 2021 میلادی یک شهروند دو تابعیتی عربستانی استرالیایی به نام اسامه الحسنی که فعال حقوق بشری بود و در مراکش بازداشت شده بود با فشار حکومت سعودی به عربستان بازگردانده شد کارشناسان و ناظران شیعه در عربستان حکومت آل سعود را به تلاش برای سرکوب فعالان شیعه از جمله حسن آل ربی متهم می